فصل دو رو که میخوایم شروع کنیم در مورد گاز هاست. ما میدونیم توی فصل دو، حالا اگر ما اسمشو مثلا میگم به حالا واژه های خودمون بذاریم هواکره، بعد فصل سه دهم رو ما میتونیم اسمشو بذاریم آبکره، و فصل یک یازدهم رو میتونیم اسمشو بذاریم سنگکره. یعنی میخوایم حالا تقریبا با یک دید مشابه بیایم آقا اجزای سازنده هواکره رو مورد بررسی قرار بدیم و بر اساس بشر رو دارم میگم، اجزای سازنده هواکره، حالا کتاب درسی اومده یه سری ایده هایی رو مطرح کرده، حالا به شکل های مختلف در طول فصل سعی کرده این داستان گازها رو مرتبط کنه با قسمت های مختلف. حالا فصل سه دهم با همین داستان ابتدا رفته سراغ حالا آب و غلظت و محلول و هر چیزی که تو آب هست و به محلول مربوطه. یازدهم هم که گفته آقا بریم به بهانه سنگکره و استخراج عنصرها از طبیعت، اونم یه سری مباحث خاص خودشو داره. حالا بیایم سراغ هواکره به قول کتاب درسی. شما میدونید تو کتاب درسیتون، من چون فایل کتاب درسی رو همینجا دارم، شما خوبه من میخوام صفحهشو بگم که اگر کتاب درسی کنار دستتون هست شما استفاده بکنید. کتاب درسی صفحهشو بگم خدمتتون، بله صفحه 47، چون صفحه موبایل کوچیکه، صفحه 47 کتاب درسی، کتاب اومده یک باهم بیاندیشیمی رو مطرح کرده. ما میتونیم به این نمودار باهم بیاندیشیم صفحه 47 یه خود دقیق تر نگاه کنیم و ببینیم که دقیقاً به چه نکته هایی میشه اشاره کرد، که منم دارم مثل شما، این یه خود حفظی هست ولی خب به هر حال باید به نکته هاش اشاره بکنیم. اولا ما توی این نمودار شما میبینید اومده ارتفاع و دما رو بر حسب، حالا یه نمودار ارتفاع داریم چون خیلی قابل کشیدن نیست، من میگم بعد نکتهاش رو میگم. شما وقتی که نمودار بررسی میکنید میتونید گونه ها، ذره ها، یونه هایی که در قسمت های مختلف هواکره حضور دارن رو میتونیم چیکار بکنیم، در موردشون صحبت کنیم. این غلظت ها، گونه های مختلفی که حالا به قول معروف روشون کتاب درسی صحبت کرده، یکی دو تا نکته رو میشه بهش اشاره کرد. یکی این هستش که شما میبینید مثلا یه گازی مثل نیتروژن، مثل اکسیژن در قسمت‌های مختلف هواکره که ما میریم، نه لزوماً تروپوسفر که من و شما داریم تنفس میکنیم و داریم توش زندگی میکنیم، لایه‌های بالای هواکره هم وقتی شما میرید میبینید که ما این گازهای نیتروژن و اکسیژن پخش شدن. پس این خودش یه نکته است. یعنی اگر به ما بگه نیتروژن و اکسیژن فقط در تروپوسفره، شما میگید نه، ما تو لایه‌های مختلف هواکره که حرکت میکنیم نیتروژن و اکسیژن رو داریم. این به عنوان یه تذکر، یه چیز کوچولوی ساده. یه سوال دیگه در مورد گونه‌هایی که در هواکره هست، خودمونیش اون بالاها که حالا اسمش هم مهم نیست، ما یه سری یون داریم. این یونها یه خورده عجیبن، از نظر شیمی غیر عادی هم. مثلا شما N2 مثبت، O یه بار مثبت، این خیلی عجیبه. من یه دو سه تا علامت سوال بذارم. اینا چی هستن؟ چی هستن؟ منظور من این هستش که اصلا چگونه به وجود اومدن؟ دلیل تولیدشون چیه؟ الکترونشون رو به کی دادن؟ چون ما در شیمی عادت داریم هر وقت میگیم کاتیون قطعا کنارش آنیون هم باید باشه، عادت داریم دیگه، میگیم Ni مثبت، بلافاصله شما میگی Cl منفی، یه آنیون هم میذاریم کنارش به درستی. یعنی کاتیون و آنیون کنار هم دیگه هستن. اما یه سوال پیش میاد، اینا چی هستن؟ از کجا آمدن؟ الکترونشون رو به کی دادن؟ خب این حائز اهمیت هستش و ما باید بدونیم که این یونها دقیقا دلیل پیدایششون چی میتونه باشه. خب ببینیم دوستان چه جوابی میدم. خب جواب آقای مظفری رو دیدم، بله. ببینیم بقیه دوستان چه نظری دارن.
خوبه، خیلی خوبه، آفرین. پرتوهای خورشیدی که دوستان دارن میگن بله بله نه نه اولا هم میدونم که عجیبم، یکی از دوستان میگن عجیبم، یا منم دارم شکل کتاب میبینم، حالا یه کتاب درسی کنار دستتون هست یا من دارم واقعا هم عجیبم. خب الان من تعجبم گذاشتم. به نظر میرسه اولا شما میدونید از نظر واکنش شیمیایی ما اینجا واکنش شیمیایی نداریم. اگر میگیم سدیم مثبت کلور منفی، بله اونجا واکنش داریم، سدیم و گاز کلور با همدیگه واکنش میدن، این الکترون میده اون میگیره، از اینجور داستانا. اما وقتی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، اگر میگم دقت کنید، ما آنیون نداریم. مثلا بگیم خب مثال میگم آقا اف منفی هم داریم، کلور منفی هم داریم، میگیم خب این الکترون داده، این الکترون گرفته، نه نه جوابی نیست. حتی کسی هم خدا رو شکر همچین حرفی نزد، ما آنیون که نداریم. پس فقط یه اتفاقی افتاده، آقا مولکول اندو از اون تعداد الکترون های موجود خودش، شما میدونید نیتروژن عدد اتمی 7، اندو پس رو هم 14 تا الکترون، یکی از این 14 تا الکترون، آفرین دارید حرف خوبی دارید، جواب بهتری داره میاد، برانگیخته شده و خیلی هم برانگیخته شده. یعنی پرتوهای خورشیدی که از نظر قدرت میگم امواج گاما، امواج ایکس، وقتی که برخورد میکنن مثلا به یه همچین اتم هایی، مولکول هایی، تبدیلشون میکنن به یون، الکترونشون رو میکنن، واکنش شیمیایی رخ نداده، برانگیخته میشن، ولی انقدر برانگیخته میشن که از جاذبه، از هسته به قول معروف خارج میشن، دیگه هسته روشون کنترلی نداره و ما خودمون میگیم یونش پیدا کرده، یونیزه شده، به یون تبدیل شده. پس حواسمون به این نکته باشه، پرتوهای پر انرژی خورشید مثل گاما و ایکس، اینا میان برخورد میکنن به این مولکول ها و الکترونشون رو میکنن، و وقتی که الکترونشون میکنن یه همچین موجودات عجیبی به وجود میادش. پس این از نظر بله، فقط پرتوهای فرابنفش نباید میگفتید. من دیدم نوشتید پرتوهای فرابنفش، که دوستان است، حالا ما پسر و دختر شما نمیدونیم، اسمشون هگزه، حالا این هگز هگزانه یا اول اسمشونه من نمیدونم، شما گفتید آقا برانگیخته شدن، آریان، به به آقای آریان، آقای آریان گفتن که آقا برانگیخته شدن فرابنفش، ولی فرابنفششو گفتم اونو بعد یه کوچولو بهترش میکردیم، تبدیلش کنیم به پرتوهای پر انرژی خورشید، که خیلی هم خوب گفتید، یعنی پرتوهای مثل گاما و ایکس. خب این از این مطلب که پس این انرژی های خورشیدی باعث این اتفاق شده. مطلب بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اونم این استش که اگر شما به قول معروف یه نموداری رسم کنید، اما یه نمودار، این نمودار بر حسب دما باشه، اینم ارتفاع، کتاب درسی میگه که آقا ما قرار نیست عدد اینا حفظ کنیم، یه سوال مطرح میشه، میگه آقا مثلا در تقریبا تروپوسفر که ما زندگی میکنیم میانگین دما حالا متناسب با ارتفاع دیگه، مثلا آقا هست مثبت 14، مثبت 12، یه عددی، ما از سطح زمین که دور میشیم دما شروع میکنه به کاهش. یه وقتا ممکن است اگر حالا به هر حال دقت کرده باشید تو هواپیما که هستید، حالا چه تابستون چه زمستون، به خصوص تابستون شاید عجیب تر باشه که هوا خیلی گرمه، داریم خفه میشیم فلان اینا، بعد یه خلبان اعلام میکنه بگه هوای مثلا بیرون مثال -10 درجه است، شما میگی جان -10، اون خفه میشیم گرما، -10 چیه؟ خب این وقتی که از سطح زمین داره دور میشه
دما داره کاهش پیدا میکنه. دما که داره کاهش پیدا میکنه، حالا طبق همین نمودار کتاب درسی یک اتفاق جالب عجیب، این دما میاد بالا. حالا تقریبا عددش مهم نیست، من اون گرافیک مانندش مد نظرمه، دما تا مثبت 7 میاد مثلا بالا، دوباره دما میاد پایین، و بعدش هم که به خورشید نزدیک میشیم دوباره دما میره بالا. یه خورده حالا همینطوری میشه گفت شبیه به حرف W میشه تا یه حدی. از سطح زمین که دور میشیم دما کاهش پیدا میکنه، بعد دما میره بالا تا مثبت 7 درجه و دوباره میاد پایین. کاهش دماش تا یه حدی منطقی هست، کاهش دما. این افزایش دما دلیلش چیه؟ که البته اگر شما سال دهم باشید، که خب سال دهم نیستید که، اگر سال دهم باشید اینم گفته با هم بیاندیشیم. در سال دهم شما میگه آقا من فکر کردم ایده ای ندارم، میگه اشکال نداره جلوتر خودم میرم واسه توضیح میدم. حالا سوال منم هم همینطوره، این کاهش، افزایش، این زیاد شدنه دلیلش چی هست؟ ببین دوستان چه جواب میگن. خب حالا ببینیم خانم مهسا و آقای مظفری جواب دادم، خب من ببینم بقیه دوستان چه نظری دارن. آقای مهدی، آقای طاهری، من جواب رو دارم میخونم بعدم میگیم کدوم یکی از دوستان. آقای شاهین، خانم صفورا، خانم کیمیا چی گفتن؟ بله دو تا، یعنی دو نفر، دو تا دوستان جواب درست دادن. حالا بعضی از دوستان جوابهای دیگه هم دادن، مثلا لایه‌ای هست، گازهای گلخانه‌ای، فشار هوا. آقای آرمین علیکم السلام، به علت ذرات هوا. نه حالا یکی از دوستان دوباره فامیلشون پی آر آی نمیدم، حالا خانوم آقا نصف جوابتون درسته. خب نه آقای یعقوبیان، وارد حالا لایه دیگر میشویم، قبول. این یه بار دیگه بگم، آها پس سری دیگه چون وقتمون کمه. گفتم آقا از سطح زمین ما دور میشیم، آقا از سطح زمین داریم دور میشیم، دما کاهش پیدا میکنه، ولی به قول شما آقا لایه هم عوض میشه. خب لایه عوض شد، عوض شدن لایه چرا باعث میشه که دما بره بالا؟ فرایندهای مربوط به گاز اوزون که دو سه نفر از دوستان، این دوست عزیزمونم میگم، حالا اگه من درست انگلیسیش هم بخونیم پیریکس بگیم، پیریکس بگیم، حالا هرچی، این دوستمون آقای شاهین، آقای طاهری، دوستان درست گفتن، بحث لایه اوزون هست و فرایندهایی که اونجا انجام میشه. حالا میگم اگر شما دهم باشید میگید آقا من فکر کردم هیچی به ذهنم نرسید، کتابم یا اشکال نداره، شما فکرتم کردی عالی. عرض کردم خودم میرم جلوتر واسهتون توضیح میدم، مثال دارم میگم. یه وقت هم که شما دهم رو خواندید، الان داریم مرور میکنیم، دوستان دیدید خیلی قشنگ و واضح گفتن که بله داستان مربوط میشه به لایه اوزون. اگر یادتون باشه، حالا من یه سوال بپرسم ببینم چقدر یادمون هست، واکنش نه نداریم آیا حقیقتی؟ اون بالاها به قول معروف واکنش خبری نیست. اگر هم همچین موجودات عجیبی رو میبینیم، این موجودات عجیب عرض کردم به خاطر واکنش شیمیایی به وجود نیومدن. پرتوهای پر انرژی خورشید به این مولکولها برخورد کردن، الکترونشون رو کندن، چون الکترونشون رو کندن یه چیز عجیب ساخته شده. شاید این از همه عجیبتر باشه، چون شما میدونید هلیوم وارد واکنش نمیشه. پس آقا این کاتیونه چیه؟ این کاتیونه الکترونشو پرتوهای مثل گاما و ایکس کندن بردن، این بنده خدا از دوتا الکترون یکیش مونده. حالا من سوالم در مورد اوزون هست. در مورد اوزون اگر حالا یادتون باشه، حالا نمیدونم چقدر یادتون
اگرم یادتون نباشه به بحث آقا قلمچی این هفته ارتباطی نداره. ما حالا جلوتر اون وسط های فصل که میرسیم، حالا کتاب در مورد به قول معروف حالا لایه اوزون صحبت میام با دانسته های خودتون، شاید بعضی از دوستان یادشون باشه تو لایه اوزون این افزایش دما که ما میگیم استراتوسفر، لایه اوزون که بخشی از استراتوسفر هست، اونجا یک اتفاقهایی رخ میده. حالا دلیل گرم شدن کسی یادش میاد؟ این یادش میاد، آقا یادمون نیست، اشکال نداره. آها خب آقای طاهری، میگم کسی هم نتونست بگه اشکال نداره، چون بعضی همون ناراحت ما هیچ یادمون نیست. خب میدونم پرتوهای فرابنفش، خب ادامهش هم بگید دیگه، من ادامهش رو میخوام. پرتوهای فرابنفش، آها بله بله آقای شاهین جوابتون درسته. فعلا آها یکی از دوستان همون PRIX، ما هم سخت خوندنش، تو رو خدا اسمتون چیه های آقا خانم PRIX؟ شما هم درست میگی. خب آریان اگه اسمتو درست گفته باشم، هگز نه، فعلا جواب آقای شاهین کاملا درسته. خوبه، حالا هر کسی هم نصف اینا هم بگه میگم خیلی خوبه، آفرین. حالا دهم دو سال قبل بوده، شاید بگین آقا بعد دست و پا شکستم، میگیم خیلی خوب هست. حالا به هر حال من جواب ایشونو بخونم. آقای خوندم آقای طاهری، فکر کنم جوابتون نصفه بود. حالا شما جواب رو سعی میکنم بخونم که دوستان زحمت میکشن تایپ میکنم، من میرین دونه دونه اسما رو میخونم، جواب رو میخونم که پاسخم بدم. فکر کنم نصفه نوشته بودی. بله چت خصوصی، اصلا خوبیش همینه، این چت خصوصیه، نمیشه تقلب کرد. بله قشنگیش هم به همینه که هر کسی ایده های خود مطرح میکنه. میرین منم تلاش میکنم که به قول معروف راهنمایی بکنم یا جواب رو تصحیح کنم. نه گاز گلخانه‌ای که نه، همون بحث اکسیژن و اوزون نصفشه که بیشتر دوستان گفتن. پرتوهای پر انرژی یووی یا فرابنفش توسط اوزون جذب میشن. اوزون وقتی که یووی برخورد میکنه پیوند کووالانسی شکسته میشه، یه اوی تک میسازه و یه او دو دوباره با هم واکنش میدن. حتی این واکنش های کوچولو اینقدر ساده هم نیست، ولی به هر حال او دو و او واکنش میده دوباره اوزون رو میسازه، یعنی ما چرخه داریم، هی اوزون میشه او دو و او دو و او به هم میچسبن میشن اوزون. یه نکته وجود داره، او سه که فرابنفش میخوره تجزیه میشه، میشه او دو و او. حالا او دو و او گرما میدن و گرماش در منطقه ناحیه فروسرخ میفته، آی آر. به همین خاطر هست که میگن آقا لایه اوزون نقش حیاتی داره، اجازه نمیده که تابش پر انرژی و خطرناک فرابنفش به سطح زمین برسه. این گرمایی هم که اینجا داره تولید میکنه، این گرما به خاطر همون آی آر هست که البته گفتم جلوتر ما اصلا در مورد لایه اوزون توی این فصل یه صحبتهایی کرده، ما هم به جای خودش صحبت خواهیم کرد. فقط گفتم نه که بگم نمودار حفظ کنید، میگم شما وقتی به این اعداد و ارقام نگاه میکنید داره ارتفاع زیاد میشه ولی یه همچین گرافیکی پیدا کرده. ما هر چقدر دور بشیم از سطح زمین، چون فشار هوا کم میشه، غلظت یا مول یا ذرات مولکولهای هوا کم میشه، به اصطلاح میگن هوا رقیق تر میشه، دما هم افت میکنه، چون فشار با دما رابطه داره دیگه،
فشار هی رقیق و رقیق تر، دما میاد پایین تر. یهو اینجا ولی داره انگار اتفاق غیر عادی رخ میده که البته توضیح هم دادیم که مربوط میشه به داستان اوزون و تبدیل شدنش به اکسیژن. دوباره اکسیژن برمیگرده به اوزون، اینجا آی آر آزاد میکنه، یعنی انگار فرابنفش یووی میگیره آی آر میده. یووی میگیره آی آر میده که جالب هست. اینم یه تذکر کوچیک که در کتاب درسی به قول من چون اشاره کرده ما هم اشاره کردیم. اینم یه مطلب. مطلب بعدی حتما دوستان میدونم، گفته که آقا به حال ما هم داریم یادآوری میکنیم، چیز خیلی ساده، میگه ما اگر بخوایم دما رو گزارش کنیم هم میتونیم بر حسب درجه سلسیوس مثلا بگیم 0 درجه سلسیوس، یا دوست داشته باشیم میتونیم به شکل چی گزارش کنیم؟ به شکل کلوین. یعنی ما اگر دما رو بر حسب کلوین بخوایم بگیم 273 میشه به اضافه درجه سانتیگراد. حالا میخواد 0 درجه 10 درجه با 273 جمع میشه، دما بر حسب کلوین گزارش میشه. اینم که حالا حتما بلد هستید، حالا هر وقتم هر جمع لازم شد این عدد 273 رو حضور ذهن دوستان داشته باشن. یه مطلب دیگه من میخوام کتاب درسی خدمتتون بگم. حالا قسمت هایی راست شو بخواین خوندنیش رو دیگه من بعد انگار که فایل رو بذارم اینجا از روش بخونم. خب شما اینو خودتون تو منزل مطالعه بکنید. قسمت حفظی داره، من خیلی میخوام در مورد نکته هاش صحبت کنم، مثل همین نکته که گفتیم روخانیش که دیگه حالا هست دیگه. میام جلوتر کتاب درسی تیت زده، گفته هوا معجونی ارزشمنده. تیترش به نظر من که مشخصه، میگه آقا ما کلی ماده به درد بخور داریم. بله خب بس سوال بپرسیم یه، خب خدا رو شکر. بله من سعی میکنم سوال بپرسم که دوستان جواب بدن و جواباشون هم میرین. من سعی میکنم همیشه تک تک جوابا رو گوش کنم. حالا تو کلاس هم همینطوره، حالا میدونی حالا لزومی نداره اینجا، تو کلاس هم هر کسی میخواد نظر بده نظره دیگه، آقا نظرم اینه. حالا درسته که تشویق میکنیم، بدم باشه یا اشتباه باشه توضیح میدیم آقا این جواب چرا غلطه. خواهش میکنم. خب حالا سوال من این هست، هوا معجونی ارزشمند یعنی میگم من، منظورم من نیستش، منظورم بشره. من میام میگم خب بیایم بگردیم ببینیم تو هوا چه مواد به درد بخوری وجود داره و بر اساس اون مواد عذر میخوام بر اساس اون مواد بیام کاربرد درست کنم. خب ایده باحالیه، آقا ماده مفت داریم دیگه، از این ماده مفت استفاده بکنیم، چرا استفاده نکنیم؟ خب بریم ببینیم اول در داخل هوا به قول معروف مواد سازندش چیا هستن و بر اساس این مواد سازنده من و شما بشر بشینیم فکر کنیم کاربرد درست کنیم. کتاب درسی یه جدولی آورده، جدول یک از نظر صفحه، صفحه 49 کتاب درسی. داشتم اینو خدمتون میگفتم، گفتم آقا کتاب درسی میگه آقا بیایم بریم از اجزای هواکره استفاده کنیم، هوا معجونی مفت و ارزشمند. اول خب باید شناسایی کنیم. کتاب درسی گفته نام و درصد حجمی گازهای سازنده هوای پاک و خشک. خب من اینجا یه سوال دارم، حتی سوال خیلی ساده است، این کلمه خشک که اینجا آورده منظورش چیه؟ گفته هوای پاک و خشک، این منظورش چی بوده؟ بدون رطوبت. بله هوای بدون رطوبت اجزای سازندش رو اینجا اومده توضیح داده. بله بله سوال ساده بود. گفته آقا جالب هست، ما اگر بیایم بدون بخاراب، کاملا درسته، ممکن هست به هر حال از ما سوالهای ساده عدد مدد نمیخواد حفظ کنیم، چون بعضی دوستان خیلی میخوان باید عدد حفظ کنیم، این که آقا نیتروژن و اکسیژن تقریبا این دوتا روی همدیگه تقریبا، اینو من یه تقریبی بزنم بگم آقا 80%، این هم یه تقریبی بزنیم بگیم آقا 21، یا مثلا حالا بعد تو بعضی از تست ها شما یا یادتون میاد مثلا میگن حدوداً 1/5 هوا را اکسیژن بگیرید، یا مثلا از اون طرف 4/5 هوا را نیتروژن، تقریبه. یه خودم دقیق تر باز بخوایم این بشه تقریبا 21، اینم همون 78 79، 1-2% هم میمونه برای باقی گازها.
که شما به باقی گازها اگر نگاه بکنید، خانم گودرزی کاملا جواب شما صحیحه، ممنونم. اگر شما نگاه بکنید، خب اولین و بعد از نیتروژن و اکسیژن فراوان ترین گاز میشه گاز آرگون. توی این جدول شما آرگون رو داری، نئون رو داری، هلیوم رو هم داری. یه تذکر به عنوان حالا نکته حفظی ساده، آقا هلیوم، نئون و آرگون دقیقا تو جدول تناوبی برعکس اینن. شما میگی هلیوم، نئون، آرگون، اینجا برعکسه، آرگون، نئون، هلیوم. این یه تذکر اگر سوال حفظی پرسید مقایسه گازهای نجیب چگونه است. یه تذکر دیگه، ممکن هست یه سوالی از ما بپرسه، به هر حال باید دقت داشته باشیم، بگی آقا سومین مولکول گازی سازنده هواکره چه گازیه؟ شما چه گازی رو باید جواب بدید؟ حالا فرض بکنیم اوپن بوک جدولم جلومون هست، من بیام کنار که شما فکرم اینور باشه برای شما بهتره، بله سفر رو بهتر میبینید. سومین مولکول گازی، نه کلن دیگه، سومین مولکول گازی سازنده هواکره. یکی دو تا جواب اشتباه داریم، یکی دو تا هم جواب درست داریم فعلا. بله، آهان، جواب درسته داره بهتر میشه. سوال یه بار دیگه هم سوال پرسیم، آقا جدولم فعلا اوپن بوک جلومونه، حالا تو آزمون مثلا من برفرض مثال میگم، شما جدوله که ندارید ولی الان جدول رو نگاه کنید، گفته سومین مولکول سازنده هواکره. بعضی از دوستان دارن میگن آرگون. خب حالا من با کلمه دام آموزشی کار ندارم، به بچه ها شوخی میکنم تو کلاس، میکنم دوربین مخفی، آقا آرگون مگه مولکوله؟ بعضی از دوستان هم میگن آرگون. آرگون مولکوله خداییش؟ بلد هم هستید، نمیگم بلد نیستید، میشه بیدقتی. یه وقت میگن خانم آقا شما سواد نداری، میگه نه سواد دارم، حواسم نبود. آرگون اتم گازهای نجیب مولکول ندارن، گاز تک اتمی هن. تو صورت سوال یا سوال شمارشی، گاز نیتروژن مولکول اندو، مولکول اکسیژن، مولکول CO2، سومین مولکول گازی. ولی اگه کلمه مولکول رو نیاورد، بله دیگه آیه آرمین کربن دی اکسیده. اگر ولی حرفی در مورد اتم و مولکول نزد، شما میگه آرگون، آرگون نفر فلانه، اینم یه تذکر. پس ما این جدول رو از نظر ترتیب هم بررسی کردیم. یه سوال دیگه با سواد خودتون ها، من توضیحی ندادم، با سواد خودتون. همیشه به بچه ها میگم چیزایی که جلوتر هست من نگفتم، اگر کسی اشتباه بگه اشکال نداره، یعنی ناراحت نشین، سواد خودتون. آقا این گازهایی که شما توی جدول مشاهده میکنید، فهمید 5-6 تا، بگه کدام یک از این گازها قطبی است. قطبی است، با سواد خودتون. آقا نمیدونیم، خب نمیدونیم، میگم ناراحت نمیشیم. اگر کسی حضور ذهن داره میتونه جواب بده، ببینیم چه جوابی درستی میاد. من الان جواب رو میخونم، کدام یک از گازهای سازنده هواکره قطبی است؟ یه جواب درست، دو تا جواب درست، سه تا، چهار تا، نه یادمون نیست که یادمون نیست، فدای سرتون، اشکال نداره. میگم آقا دانسته های خودتون. 5 تا جواب درست، جواب درست چی بودش؟ جواب درست هیچ کدامه، جواب درست هیچ کدام. اندو، اودو، CO2، اینا مولکولن، مولکول ناقطبی، اینا هم که اصلا اتم هن. اتم آرگون، نئون، هلیوم، کریپتون، زنون. توی این جدول ما گاز قطبی نداریم. حالا دوست دارید الان یادداشت کنید، یه وقت میگید نه
مثلا آقا بعدن، حالا من نکتهش اینجا گفتم، به حال شما برید یه روزی ایشالله برید تو کنکور، دیگه همه قسمت ها کنار هم قرار میگیره دیگه. یا فکر کنم یکی از دوستان آقای مزفری بود، بله ایشون گفتن که آقا پایان فصل یک دهم خیلی ساده کوچولو آسون یه اشاره سرانگشتی به لوئیس شده، که کاملا حرف ایشون هم درست بود. کتاب درسی هم که شما کنار دستتون هست، ما هم که فایلش روی تخت است. حالا ما اگر بخوایم مثلا میگم در مورد لوئیس صحبت بکنیم، لوئیس اینا هم ممکنه تو آزمون بپرسه، یعنی ما جمعه هم رفتیم تو آزمون، خب سوال دیگه، میگه آقا آخر فصل یک مولکول های ساده رو پرسیدم، اینجا هم بیام لوئیس رو بپرسم. اگر موافقید ما هم بیام همین کارو کنیم، بیایم ساختار لوئیسشون که بسیار ساده است بررسی کنیم. آقا نیتروژن، نیتروژن همه دوستان میدونید پیوند سگانه نیتروژن ها جفت الکترون ناپیوندی، اکسیژن دوگانه و هر اتم اکسیژن هم دو جفت الکترون ناپیوندی. CO2 رو هم خودمونی دارم بهتون میگم، یه جمله خودمونی. آقا ما بعدن این لوئیسا رو میخونیم، حتی اینا رو من توضیح میدم که چگونه باید رسم کنیم. البته معمولا بچه ها خدا رو شکر یه قسمت هایی رو همیشه از سال دهم دست و پا شکستم یادشون باشه، ما تو لوئیس ولی کامل همه رو میگیم. فقط نکته ای که وجود داره اینه که آقا فردا، من میگم فردا، منظورم فردا جمعه است دیگه، آقا سوال برای آزمون قلمچی اگه شرکت کردی طرح کرد، بالاخره خوبه پایان فصل یک دهم لوئیس رو خیلی ساده گفته، اینجا هم توی این جدول ما لوئیس رو گفتیم. مثلا دیگه گزینه آقا پیوندی این به ناپیوندی اون چنده، این چند تا جفت پیوندی به ناپیوندی، و از این تیپ سوالا که میپرسم. شما چون لوئیس این دو سه تا خیلی هم کوچولو و ساده هست بلدید، پس اینم یه اشاره خیلی کوچولو هم کردیم در مورد ساختار لوئیسشون. اینم یه تذکر. یه سوال دیگه که میخوام یه کوچولو باز از لوئیس بپرسم، ولی لوئیس هم داریم، آقا لوئیس ما رسم کرده، باز اگر کسی فراموش کرده این لوئیس O2. یه سوال آقا مولکول اکسیژن، مولکول O2، مولکول اکسیژن چند تا الکترون داره؟ هر مولکول اکسیژن چند الکترون دارد؟ ببین دوستان چه جوابی میدم. منم میگم کنار که اگه تخته رو میخوایم ببینین، هر مولکول اکسیژن چند الکترون دارد؟ خانم مهناز و خانم مهسا جوابشون درست نیست، ولی بیشتر دوست خانم گودرزی شوخی میکنی؟ این چی بود نوشتین؟ هگز درست میگه، آقای محمد حسین نه، جواب اصلا ربطی به خانم مشهدیان هم نه، جواب ربطی به لوئیس نداره، جواب سوال من ربطی به لوئیس نداره. من تلاش داشتم میکردم که شما رو یه خود اذیت کنم، به هر حال بعضی هم حالا اذیت شدم. گفتم مولکول اکسیژن چند الکترون دارد؟ آقا اتم اکسیژن با عدد اتمی 8، اتم اکسیژن با عدد اتمی 8، این دوتا میان کنار همدیگه و الکترون های لایه ظرفیتشون رو به اشتراک میذارن و میشه ساختار لوئیس. یه سوال، ما داریم الکترون‌های لایه ظرفیت رو نشون میدیم، نباید کسی به اشتباه بگه 2 4 6 8 10 12 تا، این 6 تا تو لایه ظرفیت، این 6 تا تو لایه ظرفیت، یه دونه یکستو این پشت نشسته، یه دونه یکستو هم این پشت نشسته، این 6 و 6 میان جلو که میشه 12، ما 12 تای ظرفیت را نشان میدهیم، یه یکستو یه یکستو هم هر دو تا اتم اکسیژن دارن و میشه به قول معروف چی؟ مولکول O2.
همین سوال هم شما میتونید اینجا هم تکرار کنید. یه ایده رو متوجه شدید. گفته ها کلن چند تا؟ کلن خب میگه 8 و 8. کسی هم این وسط الکترون از دست نمیدهد. یه وقت سودیومه، میگیم آقا سودیوم عدد اتمی 11، یه دونه از دست داد شد سودیوم یه مثبت 10 تا الکترون. این حرف قبوله. کلور، حالا ما جلسه قبل چون آرایش الکترون هم گفتیم، کلور و عدد اتمی 17، یه دونه میگیره و میشه 18. اینجا خدا رو شکر ما داد و ستد هم نداریم. یکی الکترون بگیم میدهد، یکی میگیرد، نه. این 6 تا، این 6 تا اشتراک و 12 تا را نشان میدهیم. یک است و یک است هم که توضیح دادم. عذیت که نکردم، من سوال پرسیدم، گفتم آقا چند تا الکترون داره. به هر حال شما این تو گزینه هم از این کارا میکنن دیگه. با توجه به ساختار لوئیس پاسخ دهید. همه میگن خب بر اساس این یه گزینه گفته چند تا الکترون داره. خب میگه مسخره است، 12 تا این شماره. به هر حال فهمیدید. خب بله دیگه خانم ساینا، کاملا جواب شما درسته. حالا زحمت هم کشیدید این جمله رو تایپ کردید، ممنون، و کاملا درست میگید، کاملا. آقای مظفری سوال میپرسن، میگن آقا گاز قطبی هم میشه مثال بزنید؟ به بحث الان ما بی ربطه، ولی چون سوال خوبیت جواب میدیم. بقیه دوستان، کسی میتونه قبل از اینکه من بگم گاز قطبی، آقای طاهری درسته، کربن مونوکسید، یه دونه مثال آقای یعقوبیان، کربن مونوکسید. تو اسید و باز هم خوندیم، چون بعضی از دوستان تو کلاس 12ممون هم هستن، گاز قطبی هم میتونید بگید. آها خانم ساینا اوکیه. آمونیاک، میدین گفتم که راهنمایی کردم دیگه دوستانی که حالا نه لزوما تو کلاس، آقا کتاب درسیتون، HCl NH3، اینا گازه قطبی هست. خانم گودرزی جواب شما هم درسته، اگر اجازه بدید جواب شما رو نخونیم. درست نوشتینا، به دلیل جواب درست شما رو نخونیم، ولی مولکوله کوچولو مثل HCl آمونیاک خیلی خوب بود و گاز کربن مونوکسید، چون سوال آقای مظفری خوب بودش، اینم جواب سوال شما. آقای امیررضا، پیوندی و ناپیوندی همینه دیگه. اگر مثلا من ساختار لوئیس را از کردم، هرچند میگم ما ساختار لوئیس رو به جای خودش صحبت میکنیم، در حد همینا، این جفت الکترون های ناپیوندی خط، هر خط هم میشه 2 تا الکترون، 2, 4, 6 تا الکترون پیوندی یا 3 جفت پیوندی، 2 و 4 تا ناپیوندی یا 2 جفت ناپیوندی، یا میگه چند تا، میگیم 4 تا ناپیوندی، چند جفت، میگیم 1 جفت 2 جفت ناپیوندی. آقا پیوندی چند جفت، میگیم 3 جفت. گفت چند تا، هر خط میشه 2 تا، این میشه 2, 4, 6. خواهش میکنم. خانم کیمیا سوال پرسیدن، سوال خوبیه، سوالای خوبیه. ایشون میگن که آقا اکسیژن اگر ناقطبی هست چرا تو آب حل میشه؟ حالا هم خانم کیمیا هم بقیه دوستان که سر کلاس هم میتونن جواب بدن، چون احتمالا یادتون هست ما فصل 3 هم داشتیم این داستان رو. اگر یه مادهی در آب حل میشود حل نمیشود، فکر کنم بعضی یادشون باشه، ایشالله که همه یادشون هست، حالا چه خود خانم کیمیا چه بقیه دوستان. اگر ما میگیم یه مادهی در آب حل نمی شود، یادتونه یه عددی وجود داشت، کمتر از اون عدد رو میگفتیم نامحلول. کسی یادش میاد؟ آقای طاهری یادش میاد، جواب گفته. آقای طاهری حضور ذهن دارن، آقای یعقوبیان، آقای مظفری، احتمالاً دستت به کیبورد اشتباه خورده. یه بار دیگه آقای امیررضا، آقای مهدی، آفرین، یادشونه. یا نمیتونیم بگیم چرا یادته، خب یادشه دیگه. کمتر از 1/100، خیلی خوبه، دمتون گرم. کمتر از 1/100 توی آب حل بشه، ما دیگه حوصله‌مون سر میره، میگیم آقا ولش کن، نامحلوله.
ولی خدا وکیلی قسم بدیم، قسم بدیم آقا، یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم، یک میلیونیوم حل میشه. همون یک میلیونیوم که بهش میگم پی پی ام، و جالب اکسیژن حل شده در آب رو با واحد پی پی ام گزارش میکنم. پس موجودات زنده، بند خداها آبزیان موجود در آب دریا، با همون پی پی ام دارن زندگی میکنن. اگر من بشر نرم گند بزنم به محیط زیست، همون اکسیژن حل شده ناچیز در آب رو که مقیاسش پی پی ام نابود نکنم، از بین نبرم، میلیون ها سال اون آبزیان دارن اونجا زندگی میکنن. پس سوال شما خانم کیمیا، این که میفرمایید که چرا پس توی آب حل میشه، حل میشه، انقدر ناچیزه، من و شما میگیم ولش کن، اکسیژن در آب حل نشد. ولی حل نشدن به معنای صفر نیست، میتونه خیلی کم در مقیاس پی پی ام باشه. اینم یه تذکر چون شما سوال پرسیدید. خب بیایم جلوتر. با توجه به این جدول کتاب درسی که اینجا آورده، که جدول خوبی هم هست، اینجا کتاب درسی میگه، میبینید، میگه میتوان هوا را منبعی غنی برای تهیه این گازها دانست. در صنعت این گازها را از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست میارن. پس اینا رو شما میدونید، من یه چیز دیگه گفتم میخوام بگم، خود کتاب که اصلا بولدش کرده، پررنگ کرده، تقطیر جزء به جزء هوای مایع. این تقطیر جزء به جزء هوای مایع، یه مطلبی رو در موردش باید صحبت بکنیم. شما میدونید تقطیر، قاعدتا هر وقت به ما میگن ما سریع میگیم که آقا مایع باید داشته باشیم، مایع باید داشته باشیم، ولی خب اینا که آقا گازن، و داستان از اینجا شروع میشه، داستان از اینجا شروع میشه. اونم این هستش که آقا ما حالا با توجه به مطالب کتاب درسی که اینجا هم اشاره کرده، گفته آقا مثلا نمای از یک برج تقطیر برای جداسازی اجزای هوا، هوا که گازه، ولی خودش هم داره تقلب رو میرسونه، خودش میگه آقا باید، بله، باید به گاز تبدیلش بکنیم، بخشید به مایع تبدیلش بکنیم، بعد فرایند تقطیر رو روش پیاده کنیم. یعنی ما اول مایعش بکنیم، مایع که شد، حالا داستان تقطیر رو روش پیاده کنیم. به همین خاطر داستان دو مرحله داره. یه بخشی که میخوایم صحبت کنیم این که هوا رو مایع بکنیم، سردش بکنیم، بشه مایع، بعد صحبت کنیم، بعد که مایع شد حالا گرما بدیم تقطیر بشه و جدا سازی بشه. دو تا داستان ما اینجا داریم. خب اول بریم سراغ کتاب درسیمون. ما تو کتاب درسی یه توضیحاتی داده، میگه آقا اول هوا رو از صافی عبور میدن، گرد و غبارش گرفته میشه، بعد با استفاده از فشار هی دما رو پیوسته کاهش میدن، و با کاهش دمای هوا دیگه داستان رو میخواد شروع بکنه، که من اتفاقا با این داستان کار داریم. خب فکر کنم کاغذ سفیدمونم اینجاها بود اگر اشتباه نکنم. بله، آن که دوازدهممون بودش، کاغذ سفید شاید این باشه. بله، کاغذ سفید. خب بعد لازم شد میریم سراغ کتاب درسی. نه کنین دوستان، اگر من یه محوری دارم، این محور بر حسب دما هست دیگه، دما هم درجه سانتیگراد باشه، هوا شامل چه موادی هست؟ هوا، حالا ما چون رطوبت هم همیشه داریم، خب پس من اینجا رو میذارم آقا دمای 25 درجه اون بالا هم سانتیگراد رو نوشته دیگه. ما مثلا بخار آب بالاخره یه مقداری کم زیاد در رطوبت هوا وجود داره، مثلا H2O داریم، CO2 داریم، N2، O2، آرگون، و به قول کتاب گازهای دیگر هم وجود دارن. کتاب میگه آقا اگر من بخوام هوا رو خورد خورد سردش کنم، پیوسته با فشار سعی میکنیم به قول معروف چی بشه، دما رو کم کنیم.
ما اولین دمایی که برای ما مهم هست میتونیم روش صحبت بکنیم دمای صفر درجه است. دمای صفر. چرا این دما حائز اهمیت هست؟ چون اولین کسی که از این مجموعه جدا میشه، حتی راست رو بخواین چون کتاب درسی آرگون رو گفته، نئون رو گفته، همینجا هستن دیگه، حالا اگه من نمیگم این مجموعه اینجاست، ما میرسیم به دمای صفر. آقا تو دمای صفر H2O سالید یا H2O لیکوید، حالا فرقی نداره، مهم این استش که آب به شکل حالا یا بلور یخ یا فلان جدا میشه. من یه سوال دارم، یه وقت من و شما میگیم آقا حفظیم، آب نقطه ذوبش چنده؟ شما یه صفر درجه، خیلی خوبه. من ولی سوالم این نیست، من سوال من این هست، آب نسبت به بقیه گازهای دیگر نقطه ذوبش، یا نقطه از اون ور بعدا میگیم نقطه به قول من انجمادش، حالا فرق نداره چون دوتاش از این ور اونور صفر دیگه، آب که نسبت به بقیه زودتر منجمد شد و از حالت گاز خارج شد نسبت به بقیه گازها، سوال من جاذبه های بین مولکولیش قوی تره یا نه جاذبه های بین ذره‌ای و بین مولکولیش ضعیف تره نسبت به بقیه؟ آقا نسبت به بقیه آب جاذبهش قوی تر بوده که زودتر به هم چسبیدن جدا میشن، یا نه جاذبهش ضعیف تر بوده؟ خب جوابا بعضیا دارن میگن قوی تر، بعضیا میگن ضعیف تر. خب قوی تر، البته بیشتر دوستان دارن میگن قوی تر، بیشتر دوستان که حالا بین قوی و ضعیف قرعه کشی بکنیم دارن میگن قوی تر. آها آها، نه گزینه هیچ کدام که نداریم که. یه وقته ممکن است حالا من یه وقته حالا بچه ها میدونم اذیت میکنم حالا به حال مثلا، ولی هیچ کدام نه. میخوایم بدونیم قوی تر میشه یا ضعیف تر جاذبش. من یه مثال همیشه میزنم، ببینیم مثال خوب هستش میتونه به ما کمک کنه. یه مثال با آهن ربا میخوام بزنم، آهن ربا. حالا جدا از فصل سه خانم ساینا که حرف شما درسته، فلان آقا فصل دویم، باز دوباره ممکنه بگیم بعضی از دوستان حالا یا البته معمولا بچه ها یادشونه، یه مثال بزنم آهن ربا. من نمیدونم تا به حال آهن ربای قوی و بزرگ، اینا که مثلا بزرگ مثل نعل اسب میمونن یا یو شکل میمونن، تا به حال بازی کردی دستتون بوده؟ نمیدونم. اگر شما آهن ربای قوی دستتون بگیرید یه مقداری به هم نزدیک کنید، اینا انقدر قوی همدیگه رو میگیرن دست شما رو هم ناخودآگاه میکشونن سمت خودشون. حالا ما اگر بچه تر هم باشیم، گفتم کودک هم باشیم، که شاید هیجانش بیشتره، هر چقدر زورم میزنیم میبینیم آهن ربای داره دیگه میکشه دیگه، جذاب میشه. آهن ربای قوی جاذبه های قوی زود به هم میچسبن، ولی یه وقت شما آهن ربای ضعیف داریم، مثلا یه آهن ربای کوچولو، شما هر چقدر نارو به هم نزدیک میکنیم میبینی هیچ هیجانی نداره، چی اصلا خرابه، پلاستیک سرکاریه، خیلی دیگه باید نزدیک بشم. وقتی من و شما دما رو میاریم پایین، یعنی جنب و جوش مولکولها رو میاریم پایین. شما دو تا آهن، البته بحث ما آهن ربا نیست، شبیه سازی، دو تا آهن ربا رو سریع از بغل هم رد کنید، سریع از بغل هم رد کنید، شما میگی آقا یه دقیقه صبر کن، اینا اصلا فرصت نمی کنن که همدیگر رو ببینن. یه کارتونی بودش، حالا چی بود، میگ میگ، کارتون میگ میگ، الان یادتون دیگه اون کارتون رو اعصابه، انقدر سریع رد میشد اصلا شما یه لحظه نمیفهمی، گرد و خاک میدیدی. حالا هم کارتونه رو احتمالا شما خردسالی میان آقا ندیدیم، این به قول معروف کارتون میگ میگه سریع رد میشد، شما آقا صبر کن دما رو بیاریم پایین اصلا ببینیم این به قول معروف خروس بود، پرنده بود، جهنده بود، چی بودین. دما که میاد پایین تازه میشه فهمید. مثال دارم میگم،
آره دیگه، همون که گرگه نمیتونست بگیرتش. من همینو میخوام بگم، دما 25 درجه است، این مولکولا سریع دارن حرکت میکنن. شما دما رو که میاری پایین، اینا آب یه خود آب رو نگاه میکنیم، آها این خوبه، ما یه ذره به هم نزدیک بشیم سریع مولکولای آب به هم میچسبن و بلور یخ رو میسازن، ولی بقیه مواد نه، اینطوری نیستن. حالا یه خود علمی ترم با هم دیگه صحبت کنیم، زیاد دیدین آره رو اعصاب کارتونه، زیاد دیدین. حالا یه خود علمی تر با هم صحبت کنیم، اسم جاذبه های بین مولکولی در آب چیست؟ اینا به هم نزدیک شدن، مولکولای آب قوی بودن، به هم تا یه خورده نزدیک میشن همه همو میگیرن میشن بلور یخ. حالا اسم این جاذبه چیه؟ آها نه دیگه، خرابش نکنیم دیگه، تا ساعت 8:30 هستیم، خسته که نشدید؟ میگم تا ساعت چند؟ 8:30. آها خوبه. حالا یکی از دوست، همچسبی؟ آقای شاهین شوخی میکنی با ما، همچسبی چیه؟ اصلا ما در شیمی همچسبی نداریم، کلاس شیمی ها نه فیزیک. حتی شما معمولا جوابای درست میدی همیشه، میدونم تو فیزیک بود، مال فیزیکه. پیوند هیدروژنی، خیلی از دوستان دارن درست جواب میدن. آقای امیررضا جواب شما هم درست نیست. حالا خیلی بحث فیزیک و شیمی نیستش، ولی ما در شیمی نیروهای بین مولکولی دو تا نیرو داریم، فصل سه خواهیم خوان، البته بلدیم. ما یه هیدروژنی داریم یه واندروالسی، یه هیدروژنی داریم یه واندروالسی، پیوند هیدروژنی. آریان شما ما رو گرفتی دیگه، ما رو ایسکا کردی دیگه، یکم با ما شوخ سر به سر ما میذاری. درست میگم اسم تو هیکس آریان بودی یا آرمی نمیدونم، حالا فکرم آریان گفتی اصلا. پیوند هیدروژنی، پیوند قوی هیدروژنی بین مولکولهای قطبی آب باعث میشه اینا سریع به هم بچسبن. آریان اوکیه، به هم بچسبن، به قول خانم صفورا که درستم میگن، اگر ما هیدروژن متصل به فلور، اکسیژن، نیتروژن داشته باشیم، معروف به فون که مال فصل سه هست ولی معمولا دوستان یادشونه، بهش میگن پیوند قوی هیدروژنی. آب پس جاذبش نسبت به بقیه گازها قوی تر بوده، زودتر به هم چسبیدن، میان بیرون. این قدم اول. مطلب دوم، چون با هم صحبت کردیم ناقطبی ناقطبی ناقطبی، اینا هم که اصلا قطب ندارن، میتونیم بگیم ناقطبی، بقیه گازها ناقطبی هستن. سوال بعدی ما این هست، دومین گازی که از این مجموعه جدا میشود، حالا خانم مهسا ما دارم حرف شما درسته، حرف شما درسته، ولی به هر حال بین اینا داریم صحبت میکنیم، پیوند هیدروژنی. حتی حرف شما درست بود. آقا دومین گاز، دومین گاز یه وقت شما میگید آقا من حفظم، حالا چون آقای طاهری اولین نفر هستن که جواب میدن، بعضی از دوستان حافظشون هم خوبه یا کتاب درسی کنارشون هست، من کاریم به دما ندارم. من سوالم این هست، آقا دومین نفری که از این مجموعه جدا میشه CO2 هست؟ نه، دومین نفر CO2ه. و سوال من این هست، چرا CO2؟ CO2 چه ویژگی داره که نسبت به بقیه زودتر، هر کسی هم زودتر چسبید به هم، جامد شد اومد بیرون؟ گفتم یعنی جاذبش قوی تره. نه هگز جوابت غلطه، هگز. آها اکسیژن داره؟ نه جواب خوبی نبود. قطبیه؟ نه دیگه، تو رو خدا اذیت نکنید دیگه، همه گازها گفتیم دیگه ناقطبیه، اگرم یادتون رفته به همین خاطر این سوالو پرسیدم. اوه آقای مظفری جوابت غلطه،
ولی جواب خانم ساینا، جواب آقای شاهین، جواب آقای طاهری، آقای محمدی، یه خودم بیشتر توضیح به خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقای امیر رضا باید کلمات قابل خوندن نیست، دوباره بنویس من ببینم چی نوشتی. ایشون اولا گفتیم همه ناقطبی هست و بین ذره ها یا مولکول های ناقطبی چه جاذبه ای وجود داره؟ واندروالس، جاذبه ضعیف واندروالس. حالا به قول خانم فکر میکنم ساینا، آقا یه سری ضعیف داریم، ضعیف ضعیف همه ضعیف، همشون واندروالس و ضعیف. عامل مهم و مؤثر به هر حال در تقویت جاذبه واندروالس چیست؟ چرا ایشون واندروالسش از بقیه قوی تر است و زودتر به هم میچسبن؟ که گفتم دو سه نفر از دوستان جواب خیلی خوب دادن، اونم بحث جرم مولیه. آها آیا امیر رضا فهمیدم چی میگی، بحث جرم مولی هست، جرم مولی. یه تذکر، بعضی از دوستان اشکال نداره، مثل آقای مظفری، من به اسم افرادم کار ندارم، میخوام بگم تو کلاسمون یه نفری گفته، باید روی این موضوع صحبت کنیم که اگر بقیه دوستان هم این اشتباه رو میخوان مرتکب بشن دیگه نگم. همینو میخوام بگم آقای امیر رضا. یه وقت به ما میگن آقا این دوگانه اسمش چیه؟ پیوند کووالانسی. این پیوند کووالانسی. یه وقت میگن آقا CO2 با بغل دستیش، بین CO2 و بین CO2 چه جاذبه‌ای وجود داره؟ ما اینو داریم صحبت میکنیم. بعضی از کتاب هم نقطه میذارن آقا اسم این جاذبه چیه؟ کووالانس یعنی پیوند اشتراکی. ممکن هست به اشتباه یه نفری بگه، مثال دارم میگم، بگه آقا CO2 جاذبه واندروالسیش، واندروالس اسم آدمه، کووالانس یک مفهومه، CO کو در زبان انگلیسی از کمپانی اومده یعنی اشتراک، والانس یعنی لایه ظرفیت، کووالانس. واندروالس مثل پیوند هیدروژنیه، جاذبه بین مولکولی. سوال، نباید تو گزینه‌ها بنویسه CO2 واندروالسش قوی تر است چون دوگانه دارد؟ اصلا چه ربطی داره؟ من یه سوال دارم، مثال، آقا مثلا من ورزشکارم، شما هم ورزشکاری ایشالله، ما تو ایستگاه مترو جمعیتم خیلی زیاده، دیدید که جمعیت اینطوری کیپ هم وای میستم، من و شما شونه به شونه هم وایستادیم، کنار عقب جلو جمعیت خیلی زیاده، آقا من زورم زیاده مال خودم، شما زورت هم زیاده مال خودت، پس قاعدتاً نمیتونم بگم جاذبه بین من و شما خیلی قویه، این واسه خودش شاخیه، قبول، اینم واسه خودش ورزشکار شاخیه، اصلا این اینجا وایستاده، اون یکی اونجا وایستاده، در قطار باز میشه، این میره اونم میره، اصلا کاری با هم ندارم. پس اگر به ما یه وقت میگن آقا میخوایم، مثال دارم میگم، ما مثال میخوایم دست ایشونو از بدن ایشون جدا کنیم، میگه اوه اون یارو ورزشکاره، اصلا بهش نزدیک نشو، اون پیوند دوگانه داره، سگانه داره، خیلی خفنه، زورش زیاده، ما اصلا نمیخوایم این کارو بکنیم. من وایسادم کنارم، هم تو مترو یه نفر دیگه وایساده، مثال، شونه به شونه هم وایسادیم، در قطار باز میشه، من میرم شما میری، شما آقا جاذبهش خیلی ضعیف بودا، میگیم خب بله جاذبهش ضعیف بود. اسم جاذبه، جاذبه واندروالسی، و جرم اهمیت داره، بله دیگه، نقطه ها شد واندروالسی، جرم اینجا. حالا جرم یعنی چی؟ دو تا کودک، دو تا خردسال، دو تا 5 سال، هر چی، آقا دو تا بچه کنار هم وایسن، دو تا بزرگسال کنار هم وایسن، جرم رو میخوام بگم. اولا خیلی که فقط شونه به شونه هم وایسادم، ولی بالاخره من و شما بخوان از اگر دوست داشته باشن ما رو جدا بکنن،
چون بالاخره سنمون جرممون مثلا بیشتر هستش، یه خود خودمون رو محکم نگه میداریم، ما رو تکون ندن. ولی اون بچه کوچولوه مثلا 5 کیلو 10 کیلو 15 کیلوه، خیلی راحت میشه مولکولش رو تکون داد. جرم مولی بیشتر نتیجهش میشه جاذبه واندروالس قوی تر، جاذبه واندروالس قوی تر. پس CO2 نسبت به بقیه گازها چون سنگین تر است زودتر میاد بیرون. اینم یه نکته. پس ما یه جنبندی بکنیم تو این قسمت، یه جنبندی، اونم این شد. اول تموم نشد، فعلا رو CO2 ایم. گاز بخار آب که قطبی بود و هیدروژنی، نفر اول و آهنربا قوی است، زود اینا به هم چسبیدن، بلور یه خدافظ. بین ناقطبی ها چرا CO2 اولین نفر میاد؟ ناقطبی ها واندروالس به جرم وابسته است، جرم مولی بیشتر، جاذبه ضعیفش تا یه حدی قوی تره. فکر کنم آقای طاهری هم گفت، هرچند ما عدد حفظ نمی کنیم، فکر کنم آقای طاهری هم نوشتش، گفت آقا -78، یعنی به هر حال نسبت به آب که داغونه ولی نسبت به بقیه اوضاعش بهتره. حالا کجا رو درس میدیم آقای علی؟ فصل دویم دیگه برادر، فصل دویم دیگه، دوی دهم. خب اینا رو من پاک کنم، دوباره CO2 رو از اول بنویسیم. پس آقا CO2 دومین نفری بودش که اومد بیرون. یه سوال، CO2 سالید اسمش چیه؟ یخ خشک. بله، یخ خشک. مرسی. اینم که حالا حفظی بود، کاری نداریم. آیا علی شما فهمیدید من کجا را دارم درس میدم؟ چون دو سه بار سوال کردیم، من الان دیدم فصل دوی دهم. خب بیم ادامش. خب سوال بعدی، ما قاعدتا اگر به قول معروف با همین دست فرمون بریم جلو، اول اینو جدا کنیم بعد اونو جدا کنیم، واقعا چون بحث ما صنعته، از نظر صنعت دارم میگم، از نظر صنعت مقرون پول مقرون به صرفه نیست. حالا اینو جدا کنیم هی سرد کنیم، صنعت میگه ولش کن، من یه ضرب یهو میام تا منفی 200 درجه سانتیگراد، یهو دما رو میارم پایین. دما رو که یهو میارم پایین، تو منفی 200 نیتروژن مایع، اکسیژن مایع، آرگون مایع تشکیل میشه. تقریبا شما میدونید تقریبا 100% هوا اینه. حالا یه جزئی 0.1% رطوبت داشته، 0.1% CO2 داشته. شما جدول کتاب هم دیدید تقریبا 78، این 21 بود تقریبا، این هم تقریبا بگیریم 1، تقریبا هوا اینجاست. یه ذره ما هوا رو سرد میکنیم تا منفی 200، هر سه تا گاز مایع میشن. و همین خاطر میگفت تقطیر جزء به جزء هوای مایع. این مرحله رو شما رو به پایین بیای میشه سرد شدن، اسمش تقطیر نیستا، تو گزینه‌ها دقت کنید. اما اگر گفت تقطیر اینجاست، میگه آقا اولین نفری که میاد بیرون کیه؟ من دیدم دیگه، میگن آقا آب، خود شما گفتی. میگم آقا من کی گفتم؟ موقعی که رو به پایین میایم برای سرد شدن حرکت میکنیم، بله، اول آب میاد بیرون، بعد CO2 یخ خشک میاد بیرون. ولی تا منفی 200 که میایم، خب آقای رسولی شما پرسیدی چرا مایع میشه؟ خب من سوال دارم، واضحه از این جهت در صنعت بررسی کردن نقطه جوش این ستا گاز بالای منفی فلانه،
بالای منفی 200 یه عددی رو انتخاب کردن که هوا کامل مایع بشه. نقطه جوش این ستا گاز هم ما لازم نیست عدد حفظ کنیم، هرچند به حال بعضی از دوستان حافظه شون ماشاءالله قویه، ما عدد نمیخوایم. در صنعت بررسی کردن یه دمایی که هر ستا گاز مایع بشه. حالا که مایع شد ادامه داستان، تازه میخوایم به اینا گرما بدیم و سوال من این هست بین این ستا گاز که تازه تختیرش میخوایم بکنیم گرما بدیم اینا بیان بالا بخار بشن بیان بیرون، کدوم یک از این ستا گاز اولین نفری است که بیرون میاد و چرا؟ بین این ستا گاز اول، من میام کنار شما تخته رو ببینید، بین N2 O2 و آرگون کدام گاز و چرا؟ چراش هم لطفا بفرمایید. چراش هم لطفا بگید، چون بعضی از دوستان تقریبا خانم ساینا درست گفتن، چون دلیلشو دارم میگم، دو سه نفر از دوستانم یس و نو رو درست گفتن که آقا نیتروژن یا مثلا اکسیژن یا آرگون. خب من یه سوال دارم، یه سوال کلاته میگم، خانم ساینا درست گفت، دلیلشو تقریبا گفتن ایشون تقریبا. اولا دوستان ممکنه بگن آقا حفظیم، خب حفظیم، آقا کتاب درسی رو داریم نگاه میکنیم بسیار عالی. بعضی هم دارن میگن آقا نیتروژن نقطه جوشش کمتر از دوتا گاز دیگر است. من دقیقا سوالم اینه چرا نیتروژن نقطه جوشش از اون دوتای دیگه کمتره؟ دلیل چرا نقطه جوش نیتروژن از اون دوتا گاز دیگه کمتره و زودتر میاد بیرون، که میخوایم بریم شکل کتاب درسی رو هم حالا ببینیم دلیلش چیه. یه وقت میگید آقا آها خانم مشدیان هم حالا درست دارم میگن، خانم ساینا که قبلا درست گفته بود، نه دلیل آقای رسولی دلیل. یه وقت شما حفظی جواب میدی میگی آقا آهان آقای شاهین هم درسته، کمتر که میدونم کمتر، شکل کتاب هم گفته کمتر. چرا آقای مظفری گفتیم ما راهنمایی اینا ناقطبی هم دیگه، ناقطبی. وقتی ما حرارت میدیم، من سوال دارم، اونایی که ضعیفترن زودتر فرار میکنن یا اونایی که قویترن؟ کی زودتر دستش باز میشه؟ اونایی که ضعیفترن یا اونایی که قویترن؟ من فکر کنم واضحه، بخوایم مثالم بزنیم، آقا گفتم دو تا بچه 5 ساله 2 ساله 10 ساله تو مترو دست همو گرفتن، دو تا آدم بزرگ با زور بیشتر جرم بیشتر دست همو گرفتن، آقا تلاش کنیم این دوتا رو جدا کنیم. خب اونا که بچه ترن سبکترن زود دستشون باز میشه. یعنی نیتروژن مایع آقا دو تا 14 تا 28 جواب اینه، دو تا 16 تا 32، آرگون 40، بین اینا کدومشون زودتر؟ شما میگه آقا حفظی نیتروژن، آفرین. نمیتونیم بگیم آقا چرا حافظت خوبه، خب آفرین. یکی ممکنه بگه آقا من تازه عددش هم حفظم، نقطه جوشش منفی 196، آفرین، اینم خیلی خوبه. تو گزینه‌ها دلیل خواسته، شما میگی ناقطبی، ایشون بین این سه تا سبکترینه، پس ایشون جاذبه هاش ضعیفن، بین این ستا اولین کسی که خارج میشه گاز نیتروژنه. و بله دیگه آقای شاهین دمت گرم، داستان اساطیری هم تعریف کردی، بله خیلی ممنون، بسیار عالی. تو کلاسمون خلاقیت بالاست، خیلی هم عالیه، من که خوشحال میشم. خب شکل کتاب رو هم ببینیم یه لحظه. آها اینجا ببینید نقطه جوش آورده، آقا بین اینا منفی 196. من سوالم این هست چرا؟ شما میگه آقا سبک داره. جالب هلیوم رو نگاه کنید،
آقا هلیوم تا منفی 200 هم میایم این همچنان گازه. چرا؟ شما میگه آقا جاذبهش خیلی 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 ضعیفه. گفتم شما دوتا آهن ربا داشته باشی، این آهن ربای ضعیف رو هر چقدر به هم نزدیک کنید شما میگه اتلاف وقت، این چه آهن ربای مسخره‌ای به ما دادید. اون قویه باحال بود، آب مثل این هاشتوه، مثل این آهن ربای یوشک، تا آب رو به هم نزدیک میکنیم سریع اینا همو میگیرن و گفتم بلور یخ تشکیل میشه. این لعنتی هلیوم رو میگه تا منفی که صفر کلوین دیگه چیزی نمونده، تا 273 4 درجه مونده. تو دمای 4 کلوین منفی 269 اینقدر جاذبه ضعیفه. چرا؟ چون جرمش کمه. پس شما میتونید حالا این نقاشی کتاب درسی رو با هم نگاه کنید، نقاشی خیلی خوبیه. احتمال این که توی آزمون قلمچی هم سوال بپرسن ازش زیاده. شما تو مخلوط حالا یه خود با کیفیت یه کتاب درسی هم دارید، رنگ آبی داریم، رنگ سفید داریم و گوی قرمز هم داریم، چون سه تا گاز نیتروژن، اکسیژن، آرگون. حالا توی آزمون هم چون ما سفید و آبی و قرمز که همه عکس‌ها سیاه‌سفید هم. یکی رو مثلث میذاره، یکی رو دایره تو پر میذاره، یکی رو دایره تو خالی میذاره. بعد میاد میگه آقا منفی 200، تو منفی 200 هر سه تا کدوم سه تا نیتروژن، اکسیژن، آرگون اینجا مایع. اینم که خوشحال، هلیوم همچنان گازه. اصلا نمیشه فعلا تو منفی 200 ایشون همچنان گازه. هیچ. این سه تا مایع. حالا منفی 200 رو آوردیم منفی 195. جدولم جلومونه. حالا تو آزمون میگه A B C D، تست خوشگل میشه طراحی کرد یا اسمم داد واسه من فرق نداره. شما میگی منفی 195 نسبت به منفی 196 یه درجه بالاتره. مثل این میمونه شبیه سازی. آقا نقطه جوش آب چقدر هستش؟ 100 درجه. شما یه درجه میری بالا. حالا تو 101 دیگه آب میجوشه، بخار میشه. اینم همینه. شما میگه آقا من اومدم نقطه ها رو حساب کردم، منفی 195 نسبت به منفی 196 یه درجه بالاتره. بلا فاصله نیتروژن ها که حالا اگر نمیدونم چقدر واضح باشه براتون، با رنگ آبی، این گویه های آبی رنگ که مثلا نشان دهنده نیتروژن باشه، اینا از ظرف دارن میان بیرون. میبینید این نیتروژن ها دارن خارج میشن. میایم عدد بعدی، گفته آقا منفی 185. منم مثل شما دارم نگاه میکنم میبینم پس به اسمش کاری نداریم، هفسی که اکسیژن و آرگون. منفی 185 نسبت به منفی 186 دوباره یه درجه بالاتره. حالا آرگون میاد بالا. پس ما اینجا اگرم حالا بخوایم با قلم بنویسیم، این رنگ آبی نیتروژن بود، این رنگ سفید با توجه به عدد و با توجه به جدول یک درجه بالای 186. چون یک درجه بالای 186 پس این میشه آرگون. و حالا مرفض این قرمزا هم که کف ظرف فعلا موندن گاز اکسیژن هستن. و با توجه به این نکته میشه نتیجه گیری کرد که خود کتاب درسی هم اتفاقا این مطلب رو گفته. حالا حتما هم دوستان حضور ذهن دارن، کتاب درسی میبینید میگه چرا برای تهیه اکسیژن 100 درصد خالص اگر ما این کار رو انجام بدیم یه مقدار دشوار خواهد بود. یعنی یه خوده اکسیژن و آرگون قاطی پاتی میشن، 100 درصد خالص به دست نمیاد. دلیلش چیه؟ حالا با این صحبتایی که انجام دادیم بله نزدیک بودن خیلی زیاد نقطه جوش آرگون و اکسیژنه. واقعا میگم از نظر پول برای صنعت مقرون به صرفه در نمیاد که اینقدر پول خرج کنه منفی 185 یا 183 رو مثلا بیاد جدا کنه. میگه آقا ولش کن آرگون خطر مطر نداره. شما این آقا خطر نداره.
حالا نزدیک 1% هم با اکسیژن قاطی شد شد، خیلی فرق آنچنانی نمیکنه. سنت هم یا ولش کن. مثلا من کپسول گاز اکسیژن دارم، عدد فرضی، ممکنه 1% ناچیزی هم توش آرگون باشه، اشکالی هم نداره، گاز نجیبه به کسی هم کاری نداره بنده خدا. به هر حال نقطه جوششون به همدیگه نزدیکه. آها من سوال آقای مظفری رو فهمیدم. اول جواب محمد حسین رو بدم. آقای محمد حسین، هلیوم همچنان گاز باقی میمونه. اتفاقا کتاب درسی هم در مورد هلیوم اتفاقا یه صحبتی کرده. آها نیا کنیم اینجا هست، جداسازی هلیوم رو گفته آقا ما اگر از تقطیر هوای مایع بخوایم به دست بیاریم که میشه منفی 269. خیلی تکنولوژی به قول معروف، به قول چی میگم، پیچیده ای میخواد. حداقل ما تو ایران این حال تکنولوژی رو نداریم. بعد میگه آقا بیایم استفاده بخشید از روش دیگری اونو به دست بیاریم، چون به حال هلیوم هم یه ماده هستش که متناسب با خودش میتونه یه سری کاربردهایی داشته باشه. یه سوال اینجا پیش میاد، ما حالا من بخوام اگر کارتونی نقاشیوار بخوام بگم، بشر زمین رو سوراخ میکنه که گاز طبیعی مثلا متان بیاد بیرون، نفت بیاد بیرون. توی گاز طبیعی یا همراه با گازهایی که متان و اینا که از چای نفت میاد بیرون، یه مقداری هم گاز هلیوم خارج میشه. چون شما میدونید به من و شما تا میگن گاز، ما آسمون رو نگاه میکنیم دیگه، هواکره. من سوال دارم، کتاب درسی هم یه چیزایی البته گفته، این چه جور گازیه؟ چرا از لایه‌های زیرین زمین داره میاد بیرون؟ این دلیلش چی است؟ نه نه دلیلش چیه؟ مقدارشو که بله کتاب درسی، اگر حالا ایشون میگن بحث درصد اینجا گفته حدود 7% حجم گاز طبیعی را هلیوم تشکیل میداد. این که حفظیه. آها آها بله. بعضی ها به نظر من آقای مظفری خیلی خوب نبود جواب شما، ولی جواب آقای یعقوبیان، جواب آقای شاهین، این دو سه نفر جوابشون خوب بوده. خانم کیمیا جواب شما درست نیستا. اگر علمی بخوایم صحبت بکنیم، علمی کوتاه بخوام بگم میشه واکنش های هسته ای. آقا خیلی کوتاه صحبت کردیم، تموم شد. حالا آقا یه جمله دیگه هم بگیم یه خود واضح تر بشه. ما در هسته زمین، اصلا ربطی به هسته زمین نداره، حالا یا تجربی هستید یا ریاضی هستید نمیدونم، ربطی به هسته زمین نداره که دما تو هسته زمین خیلی بالاست مثلا اونجا واکنش های هسته ای رخ میده. نه 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 جوابی نیست. عنصرهای پرتوزا که در لایه‌های زیرین زمین هستن، اینا تابش پرتوزا دارن، ولی این تابش پرتوزا از لابلای سنگ‌ها نمیتونه بیاد بیرون، گیر کرده. کارتونی، من یه سوراخ میکنم لایه زمینو، حالا گازها شانس فرار دارن و همراه با گاز طبیعی یا چاه نفت این گاز هلیوم میزنه بیرون. هلیوم مربوط میشه به واکنش های هسته‌ای، نه اینکه هیدروژن به هلیوم تبدیل شه. این جواب غلطه. پس چی میشه آقا؟ اورانیوم، مثال معروف. آقا اورانیوم و خیلی از عنصرهای پرتوزایی دیگه، اورانیوم پرتوزایی میکنه. من که به شما گفتم، نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتم آقا اورانیوم دختر اول رو درست میکنه، دختر اول، دختر دوم، دختر سوم، این وسط ها هم هی واکنش های هسته‌ای رخ میده، اون هسته سبکتر میشه، بخشی از انرژی به جرم بخشی از جرم به انرژی تبدیل میشه، تابش های پرتوزا میاد بیرون. یکی از تابش های پرتوزا جالب هست به عنوان بیشتر بدانید، یکی از تابش های پرتوزا هلیوم دوباره مثبته
که یه فردی به نام آقای رادرفورد این رو کشف کرد و نوبل شیمی هم بهش تعلق گرفت. حالا شاید بعضی از دوستان شنیده باشن. هلیوم دوباره مثبت که تو واکنش‌های هسته‌ای تولید میشه، سریع از اطراف الکترون میگیره میشه گاز هلیوم. حالا میخواد بیاد بیرون، نمیتونه. بالا سرش سنگ گیر کرده. گفتم ما اگه سوراخ کنیم حالا گاز میزنه بیرون. پس ربطی به واکنش‌های هسته‌ای؟ بله. حالا جواب علمیش هم که ذره آلفا میگن، ولی بیشتر بدانید. چون تو کتاب درسیمون نیست، حالا شاید بعضی اذیت شن. از نظر علمی بهش میگن ذره آلفا. پس ربطی به هست و اینا نداره. یا جوابی که شما مثلا دوستمون آقای محمد دادن، یه من جواب غلط رو فکر میکنم توضیح دادم که دیگه جواب غلط ایشالله دیگه شما هم تکرار نکنید. اوکیه، بسیار عالی، بسیار عالی. خب حالا کتاب درسی که این عدد 7% رو هم اینجا آورده، تو کنکور هم یه بار سوال اومده بود، حواسمون باشه. ما میگه حدود 7% حجم گازهای طبیعی رو گاز هلیوم تشکیل میده که حالا گفته توی حالا قسمت‌های مختلف زمین هم متفاوت هست، تو میدان‌های مختلف، که گفته هلیوم موجود در گاز طبیعی بدون مصرف وارد هواکره میشه. اگر ما بتونیم هلیوم از گاز طبیعی جدا کنیم، دانش و فناوری پیشرفته نیاز داره. متخصصان ایرانی هنوز موفق به جداسازی و تهیه‌اش نشدن. هلیوم رو داریم از دیگر کشورها وارد میکنیم. به هر حال متن کتاب هست، ممکن است به دردمون بخوره. این قسمت هم که حفظیه دیگه، من کاری باش ندارم. بله، برخی از کاربردهای گاز هلیوم هست، مثلا هلیوم برای پر کردن بالون به خاطر داستان چگالیش هستش، تو جوشکاری استفاده میکنن که محیط بی اثر تولید بکنه، چون وقتی فلز داغ هست داره فرآیند جوشکاری، اگر من هوا داشته باشم بلا فاصله آهن با اکسیژن که واکنش میده، میگن در محیط بی اثر. خیالم راحت هست، جوشکاری رو دارم در محیطی انجام میدم که فقط گاز هلیومه. هلیوم هم مثلا با آهن واکنش نمیده. برخی از کاربردهاش خنک کردن قطعات الکترونیک به خاطر گرمای ویژش هست که ازش استفاده میکنم. در دستگاه تصویربرداری مانند امارای استفاده میشه. بله، 7% گفتم آقای شاهین تو کنکور هم سوال اومده بود، به شکل حفظی البته. خب آقای مظفری، سوال شما کدوم؟ سوال شما آقای مظفری من توضیح بدم؟ یه سوال پرس، فکرم گفتم، حالا بپرس یه بار یه سوال. تو ما کارمون هم تموم امروز، یعنی بحثمون اینجا تموم هست. دوستان اگر سوالی دارن. آها، چرا اکسیژن زودتر از آرگون؟ بله، سوال خوبیه. البته یه کوچولو باید بیشتر بدانید بگیم ها، ولی سوال به حال سوال خوبیه. ما گفتیم دوستان از نظر نیروهای واندروالسی، نیروی واندروالسی، اکسی به جرم وابسته است. اکسیژن 32 گرم، این 28 گرم، این 40 گرم. آقا نیتروژن از این اینم که 4 گرم که بنده خدا گفتیم تعطیله، هیچی. گفتیم آقا نیتروژن بین اکسیژن و آرگون، نیتروژن زودتر میاد بیرون، ضعیف‌تره، جرمش کمتره، جاذبه‌اش ضعیف‌تره، سبک‌تره. بین اکسیژن و آرگون ما اگر همینطوری به جرم توجه بکنیم، قاعدتا باید بگیم که میبینیم برعکس شد، این باید بشه منفی 186 و آرگون بشه 183. ولی یک اتفاق غیر عادی رخ داده، دلیل داره، استثنا هم نیست، دلیل داره که آقا اکسیژن نسبت به آرگون با اینکه یه خورده سبکتره، ولی نقطه جوشش یا حالا از اون ور بگیم ذوبش، ببخشید، مایع شدنش بیشتره. یه تذکر، من فصل 3 البته دلیلش رو توضیح میدم، در حد اینکه فعلا جواب مظفری رو گفته باشیم، یه جمله خیلی کوتاه. یکی از عواملی که میتونه تعیین کننده باشه در جاذبه های واندروالسی تعداد اتم هاست. حالا آقا یعنی چی؟ من اجازه بدید فصل 3 توضیح بدم. تعداد اتم ها زیاد بشه،
میتونه جاذبه واندروالس رو یه مقداری تقویت کنه. حالا چون میخوایم واندروالس رو فصل 3 بگیم، ایشالله اونجا خواهیم گفت. بله بله، یعنی آقای مظفری پس این طلبتون، هم گفتیم هم نگفتیم. فعلا اگر تعداد هسته ها این O2 اون فقط آرگونه، هسته ها زیادن بشه، اونم کمک میکنه به تقویت واندروالس. خواهش میکنم. بله خانم ساینا، ما درسمون که مقداری جلوتر بره، حتی ما از آزمون قلمچی یواش یواش جلوتر خواهیم افتاد. جلوتر که بیفتیم قطعا تست هم حل خواهیم کرد. فقط نکتهش اینه که ما حتما بایستی در مورد به قول معروف چی بهش میگن، مفهوم برامون جا بیفته. دیگه مفهوم که جا افتاد میتونیم وقتی که تست ها رو با یک فراغ بال، من بیشتر تلاش دارم تو کلاس این از اول مفهومی همه دوستان متوجه بشن، بعد که خواستیم ضرب و تقسیم و فلان بکنیم دیگه کار ما اونجا ساده تر خواهد شد. آقای محمد، من دیدم شما اونجا نوشتید، اونجا من جواب شما رو ندادم، دیدم یوند و قطبیرم اگر اجازه بدید به جای خودش فصل 3 توضیح بدیم، ولی تا یه حد زیادی به قول معروف چی بهش میگن، یوند و قطبی رو عرض میکنم و سر جای خودش تو فصل 3. ولی از نظر واژه شما میگید آقا یون، خب یون انعای مثبت، یون سیل منفی و مولکولهای قطبی آب، و مولکولهای قطبی آب خب میشه یوند و قطبی دیگه، که ایشالا اونم فصل 3 خواهیم گفت. خواهش میکنم خانم ساینا. بله بله آقای رسولی، فصل 1 12 هم یه توضیحاتی اونجا ها من دادم. بله یوند و قطبی داشتیم. بله دیگه، ما شیمی کنکور تلاش میکنیم که تا عید اگر به امید خدا بشه تمومش کنیم دیگه، این که انجام خواهیم داد. خواهش میکنم. خب دوستان کارمون تمومه، اگر دیگه مطلب خاصی نیست من با اجازتون دیگه، بعضی از دوستان هم دیگه خسته شدن دیگه، همون کلاس 3 ساعته رو بودن، همین کلاس 2 ساعته رو بودن. سلامت باشین، شما هم خسته نباشین. مرسی خانم صفورا، خیلی ممنونم. خانم گودرزی ممنون، یا اگر اسم رو نگفتم ببخشید دیگه. شما هم خسته نباشید و متشکر، سلامت باشید، خیلی ممنون. نه دیگه آقای امیررضا، عددا رو شما میبینید چون سوال کردید، کتابم اینجا من نوشتم آرگون زودتر میاد بیرون و اکسیژن هنوز توی ظرف باقی میمونه. نوشتم آقای امیررضا، نیتروژن اول میاد بعد آرگون میاد، اکسیژن هم هنوز اینجا باقی مونده. با توجه به جدول درستی که -183 و -186. سلامت باشین آقای محمد حسین، شما هم خسته نباشی برادر، ممنون، خیلی متشکر. خب اگر اجازه میدید که دیگه از کلاس خارج بشیم، به امید خدا تا هفته آینده. دوستان خدا نگهدار، من با اجازتون دیگه صدا رو هم قطع میکنم دیگه.